این هفته خبر تو خبر خبر داره براتون از نظام آبکشی که روز به روز به پایان عمرش نزدیکتر میشه و حالا حتی امام جمعه های نمره موقتش هم فهمیدن که وقت خداحافظی رسیده. بعدم درباره رهبر معصم انقلاب اگر خوبم بخوان حرف بزنن میگوین حرف میزنن ولی حرف ایشون رو گوش نمیدن. پس بنابراین بایستی نظام جمهوری اسلامی رو باش خداحافظی کرد، باید کنار گذاشت. اینا قرار بود ماشین نظام رو سرپا کنن، اما با این حرفاشون طوری هلش میدن که سرنوشتی جز این براشون باقی نمیمونه. این پاسدار جوشی هم طبق معمول آمپر چسبونده و به شیخ حسن و باقی رقبا اینطوری هشدار میده. امروز شنیدین دلار 15 تومن، 20 تومن هم میشه، 30 تومن هم ممکنه بشه. الو الو لعنت الله، الو لعنت الله. البته شما فرمودید فیروزا توی سیزار تو مجلس اینا فرمودید من اگر بخوام میتونم حلش کنم، میزم دلار کف بازار اینا شمشای طلا میزم حل میکنم. با حلش کنی چی عزیز؟ نمیتونی؟ دست تو نیست. اونها تصمیم گرفتن همه مونو بزنن زمین، زبونم دار نابود بشیم، اول گردن توه بالایی تاریخم ثابت کرده برای تو بقیه نمیذارن. هرچیز تاریخ مصرفش تا الان تاریخ مصرف تموم شد، اینجاست که دیگه برای عثما و باقی جک و جونوراش کاری جز عمامه به زمین کوبیدن و تو سر زدن پیدا نمیشه. این وسط هم شیخ به زیر پرس گیر کرده و اساسی داره مچاله میشه، یعنی به هر طرف که میچرخه یه مش میاد تو صورتش. دولت که نمیتونه از یه طرف با آمریکا مبارزه کنه، از یه طرف حواسش به راست و چپ باشه، چند طرف به جنگه در سه جبهه که دولت نمیتونه به جنگه. امروز روبروی دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی است. راست و چپ به عنوان دو جناح میمنه و میسره دولت باید حامی باشند در این میدان جنگ. فعلا اگه من بخوام به راست جواب بدم این طرف، به چپ جواب بدم اون طرف، ما به جایی نمیرسیم. بله، وقتی خودت و راست و چپت یه مش دزد و غارتگر باشید، نتیجهش این میشه که به جای دریاچه برجام سود میشی به سمت خرابه سرنگونی. حالا بریم یه نگاهی به راست و چپ شیخ فری بندازیم ببینیم اینایی که باش سرشاخ شدن کیان. آقای روحانی، همونطوری که ما بی خود 8 سال صبر کردیم تا آقای خاتمی افشا بشه و امروز تو نظام به عنوان یاقی شناخته شده، برادر عزیز الان صبر نمی کنیم تا بعدن یواش یواش این دایه های در واقع آلوده درون دولت جناب عالی لو بره. تیفم ساب یوجوری مال کیه؟ جرمی بنام. کتاب اصلی و کتاب معروفش دفاع از رباست. امروز تو این حکومت وزیر دارید که شیعه امام صادق نیست، پیرو ولایت امام راحل نیست، پیرو جرمی بنتامه. البته هدف این پاسدار عباسی از این جیغ و دادا چیزی جز قدرت نیست. اینا تو اصل بخور بخور و دزدی با هم دعوا ندارن، دعواشو سر شیوه دزدیه. اوه، تا دلت بخواد از این شیوه ها بلدن. مثلا یکی از این شیوه ها رو این جوان ها طنز کردن.
اینم یه جوجه بسیجی که از ترس ملت شیش تیغه کرده و مثلا قراره به بسیجی روحیه بده، اما یه جوری میگه که بیشتر توی دلشون خالی میشه. اینها کنار هم وقتی اتفاق میفته شما میبینید یک جریانی داره کشور رو میبره به سمت اینکه راه حل مذاکره با آمریکاست، که اینطوری نیست. خب با تجربه برجامو داشتیم، اگر قرار بود اتفاق بیفته خب میافتاد دیگه. بیشتر از این امتیاز بدیم، بیشتر از مثلا پای تعهداتی که امضا کردیم باشیم. آقا مشکل مذاکره با آمریکا نیستا. اینایی که دارم میگم نه اینکه بحث ناامیدی باشه، بگه بحث ناامیدی باشه بگید آقا مملکت هیچ چیز دیگه رو هوا، نه اتفاقی نخواهد افتاد. ما خیلی سالم از این اتفاقات میگذریم. هرچی اینا زور میزنن به بسیجی ها روحیه بدن، از اون طرف یه عده دیگه بند رو آب میدن و از زلزله‌ای که توی راهه میگن. یعنی کم کم مردم با خودشون فکر میکنن اگر اینها واقعا مسیرشون درست هست چرا نمیتونن زندگی ما رو سامان بدن؟ این سوال مهمی هست. برای همین هستش که به نظر میرسید مجموعه ناراحتی هایی که در بین مردم هست این احتمال رو ایجاد میکنه که یک زلزله 7.5 ریشتری ایجاد بشود. اینجاست که استراتژیست مشموشک نظام قاطی میکنه و اینطوری میتوپه به تیویریش که چرا کارشناسات بسیجی ها رو درسرد میکنن. تلویزیون و صدا و سیمای ما هیچ وقت جای ما نیست. به شما بگم جای یه مش جماعت غیر انقلابی و بعضن ضد انقلابه، جامش یه مش آدمی که بیان مردم رو دل سرد بکنن از انقلاب. چرا ما چرا 90 ورزشی درست میکنید 90 سیاسی درست نمیکنید؟ چرا فردوسی پور اجازه داره بیاد بگه فلان داور رش بگرفت، اما یه نفر سیاسی حق نداره خیر فلان وزیر و سفیر رو بگیره بگه کجا آوردی؟ چرا مردم حق دارن سرشون به فوتبال بند باشه، به مسائل سیاسی نباید بند باشه؟ بعد که همین فوتبالیستا بیان براشون ارد سیاسی بدن، از اون ور دوخت تبلیغ بکنن، از این ور بیان بگن تو سوریه نباید باشید، با امنیت مردم بازی کنن؟ خلاصه این که هماهنگی مهره‌های نظام برای عبور از بحران یه چیزی تو مایه‌های همکاری ایناست. ببینید و بخندید. این هم پاسخ خرچنگ ولایت به کسانی که توی این شرایط پته نظام رو روی آب می‌ریزن و به قول خودشون سیاه نمایی می‌کنن. این آدما مگس صفتند. مگس این طوریه دیگه، تمام صورتتون سالمه، کنار لبتون یه تبخال زده. مگس میاد میچرخه میچرخه میچرخه، یه مرتبه مثل جت فانتوم رو باند فرودگاه زخم فرود میاد. همه جا سالم بود، انتخاب نمی کنه میاد اینجا. الان دیگه کار عظما از مگس گذشته، الان با دست خودش به خودش کفگرگی میزنه. این بخش رو با یک کلاس فشرده اقتصادی شروع میکنیم. ببینید این هموطن وضعیت اقتصاد درب و داغون نظام رو چطور به کوتاه‌ترین شکل ممکن تشریح میکنه. به نام خدا، امروز رفتم یک بسته انبر نصارا خریدم به قیمت 4000 تومان که داخل هر بستش هم به طور متوسط 5 عدد پشکل الاغ وجود داره که هر پشکل الاغ هم میشه چیز حدودش 800 تومان. قیمت سکه تمام در سال 57 چیز حدود 400 تومان بود. یعنی به عبارت دیگه با پول 2 سکه تمام به حال آزادی در سال 57
الان یعنی در سال 97 فقط میشه یک عدد پشکل الاغ خرید. حالا درست در یک چنین وضعیت اقتصادی باید حرفای وزیر بهداشت کابینه شیخ فری رو با هم مقایسه کنیم. قبل از انتخابات میگه رأی بدید، بعدش میگه خودتون رأی دادید، همینی که هست. به عنوان یه ایرانی خواهش میکنم و علاقمندم که همه با هم حضور پیدا کنیم پای صندوق رأی، و مردم هم هستن که بهترین ها رو تشخیص میدن، بایستی به شعور مردم و تشخیص مردم همه احترام بذاریم و اون چی که مردم میپسندن حتما ما هم بایستی بپسندیم. همین که هست دیگه، چیکار کنیم، مدیریتمون هم همینه دیگه، هرچی هست. بالاخره شما رأی دادید، رئیس جمهور انتخاب کردید، نماینده انتخاب کردید، اینا وزیر انتخاب کردن، وزیر اومده مدیر انتخاب کرده، استاندار انتخاب کرده، فرماندار انتخاب کرده، همین هست دیگه. یعنی بی خود به نظر من خیلی اعصاب و روح روان همدیگر رو آزار ندیم، فعلا همینه. بله دیگه، وقتی شعبده انتخابات آخوندا لو میره و دستشون رو میشه، چاره جز گفتن این حرفا ندارن. این هم از تیوریش و کارشناس حکومتی که چشم بر بخور بخور آخوندها میبنده و مردم رو به تحمل وضعیت موجود دعوت میکنه. خب شما بگین الان چیکار کنیم؟ باید تحمل کنن، از خیلی از نیازهاشون صرف نظر کنن که در بحث رفاه و آموزش و ارتباطات ایشون مقام دولتی نیستن و آی مردم ایشون مقام دولتی نیستن، باید این کارو بکنن. ایشون به عنوان یک هموطن که کارشناس ارشد کارآفرینی هستن، عضو شورای حل اختلاف، نماینده کارگران در شورای حل اختلاف کارگری هستن، دارن پیشنهاد میدن. نمیگن این ایداله، میگن ماها جز این فعلا راه حلی نداریم جز خودمون رو تطبیق بدیم. اون چه که این جماعت برای مردم ایران میخوان یه چیزی تو این مایه هاست. حالا بشنوید از سرتش تک پاسدار خالیباف که خودش از اون قاچاقچیای تیر روزگاره، اما در جریان درگیری‌های باندی اومده دست قاچاقچیای رقیب رو رو کنه. قاچاق از بندر رسمی میاد، قاچاق با سند قانونی میاد، با سند سندسازی قانونی میاد. حضرت آقای جمهوری دارن میگن امان از اون روزه که قانوندانان قانون شکن. حکایت این خالیباف حکایت این دزد ناشیه، خبر نداره که وقتی اینطوری بند رو آب میده قبل از همه برای خودش درد سرساز میشه. این هم یه نمونه از پاسخهای مردم تنگ دست به آخوندهای دزد و اختلاسگر و قاچاقچی. این سگ از شما تمیزتره، میبینی؟ تو آخوندی درسته؟ این سگ از خامنه‌ای تمیزتره، نگاه کن، این سگ از خامنه‌ای تمیزتره، تو آخوندی درسته؟ ننگ به شما، ننگ، من از قم دارم میام، دریا خزر ما رو فروخته، بیا، این کار کاسبی ماست، این زندگی ماست، ای بیچارگی ماست، ننگ بهتون، ننگ بهتون. این عضو استبل ولایت هم مثلا میاد جست ادیبانه به خودش بگیره، اما سوت میزنه و شعر معروفی از نیمایوشیج رو به عنوان شعری از سهراب سپهری میخونه. به قول سهراب سپهری، ای آدم ها که در ساحل نشسته شاد و خندانید، یک نفر در آب دارد میسپارد جان، باید ما هم بگوییم آی دولتی ها. اینجاست که باید بهش گفت اشتباه داری میزنی داداش. چنلی پاشا از اونجایی که داریم به ماه مهر نزدیک میشیم، خوبه یادی هم بکنیم از این مصاحبه تاریخی. چه احساسی داری؟ احساس خاصی ندارم خاله. خوشحال نیستی مگه؟ نه، ولی ما از هر روز از 6 صبح بیدار شدیم بریم مدرسه. چه احساس خوشحالی داشته باشی؟
در پایان توجه شما رو به یه شعبده بازی استثنایی جلب میکنیم. عجب دنیای کودکی، ببینید چقدر ساده فریب میخورن.